د کابل نیوزونکو السلام علیکم بیا لوخ پرونه ته خره خلاص دا اوسنی خبرونه موضوع مو په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزه څنګه شوې ده دا ورسوي رپورټونه لمخې په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو لخوا شاوخوا 3000 افغان کډوال نیول شوې دي اصلي دلیل د پاکستانی چارواکو په وینا ده چې دوی په غیر قانوني توګه په دغه هیواد کې میشول بلورته پاتیر ورځو کې د پنجاب له سیالکوټ سیمه څخه هم غړي کورنۍ افغانستان ته راشل شوې دي سربیره پر دې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار په خپل ورسوي څرګندونو کې ویل دي چې افغانان باید سر لووسه له پاکستان څخه وتل پیل کړي د افغانستان پاکستان او د ملګرو ملتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې لمخې د 2015 کال تر پای پورې باید افغان کډوال په پاکستان کې اوسې ولغي ورسره پاکستان د حق لري شوی وباسي خو سرتاج عزیز ویل دي چې لدې عمله چې په 2015 کال په پای کې ټول افغان کډوال یو ځای نشي سل کېدی نو ضرور ده چې اوس دوی اساس خپل وطن له پاکستان څخه پیل کړي پاکستان څوړې د کډوالو په تړاو باندې اصلي هدف څه دی افغان حکومت ولې په تیر کلونو کې د سنس په پاملرنه نه کړی اوس څه کولای شي او ترڅنګ د کډوالو په تړاو نور سنس به خپل درنه مېربا د کډوالو او بیرته رسنیدونکو وزارت په خوانی موین خغلی عبدالسامت حمید سره وتیرو هم سه خوش آمدید خوش بشین دلیل چی است که پاکستان با یک بارگی علیه مهاجرین افغان افتاد و اقدام به راندن از اونا کرد ای به نظر من یک بارگی نیست پاکستان چندین بار است که بر افغانستان ضرب الاجل تعیین میکنه تا مهاجرین خود اتباعی خود دوباره به افغانستان انتقال بتن و عودت بتن ولی ای بار فکر میکنم که یک کمی جدیدتر هستن به دلیل از این که موجودیت مهاجرین و پناهندگان افغانستان در پاکستان یک دلیل است که همیشه باعث تنش یا بین افغانستان و پاکستان شده و اینا گاه گاهی هم از بودن اتباع افغانستان در پاکستان سوء استفاده میکنند در مذاکرات در دیگر مسائل که از این به عنوان یک نقطه ضعف بر افغانستان استفاده بکنند به نظر من چیزی که دولت پاکستان گفته که تا ختم 2015 که ضرب الاجل است یا به اصطلاح توافقنامه‌ای را که دولت افغانستان با اونا امضا کردن خوب است که زمانی که دولت افغانستان توافقنامه را امضا کرد به خاطر تطبیق توافقنامه به خاطر عملی شدن توافقنامه باید یک پلان عملی را می ساخت که پلان داخل حکومت یا داخل دولت افغانستان است که مسئله جزا سر زمان بحث میکنیم که پلان ساخته شده هدف ما از یک بارگی بود که در اواخر بنابر گزارشات یا با گفته های مقامات پاکستانی رابط افغانستان و پاکستان بهبود یافته بود خصوصا بعد از سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان اما بعد از اینکه رابط خوب میشه باز به یک بارگی اقدام علیه مهاجرین افغان صورت میگیره چرا؟ آیا عموم موضوع مذاکرات است که میخواه باز هم وزنی از اونا زیاد باشه و امتیازات بیشتر به دست بیاورن یا نه دلیل دیگری بوده میتونه؟ طبیعتا هر بار میخواهند در مذاکرات امتیازات بیشتر به خاطر پناهندگان افغانستان به دست بیارن اما پاکستان یک بار تصمیم نگرفته پاکستان زمانی که پارسال توافقنامه سه جانبه را با دولت افغانستان با کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان و خودشان امضا میکردن در اون وقت دولت افغانستان گفته بود که شما با خبر باشین که آخرین مهلت است که ما بر شما دادیم که تا ختم 2015 شما دو سال وقت دارین اتباعتون رو دوباره به افغانستان عودت بتین قبلا گفته بودن ولی سال وقت که یک سال گذشت 2015 پایان نیافته تازه شروع شده امروز تاریخ 25 جنوری است ای خاص مشاور نخست وزیر پاکستان که گفته باید سر از حال خروج مهاجرین افغان از پاکستان شروع نشان دهنده چی است؟ به نظر من کلمه خروج گپ درست نیست اما عودت باید از پارسال شروع میشه زمانی که افغانستان و پاکستان توافقنامه را امضا کردن چرا یک بار خونمش 3 میلیون یا بیشتر از 3 میلیون ما خروج هم داریم به خاطر که قبلا ما در مقدمه اشاره داشتیم که حدودا بیشتر از 125 خانواده را از پنجاب اونها اخراج کردن و به افغانستان خیلی جزا بتونه کمی معلومات بفرمه. بیشتر در این مورد بتونم یک خواه موضوع توافقنامه است که دولت افغانستان با پاکستان امضا کرده و این تنها در مورد
پناهندگان افغانستان که در پاکستان زندگی میکنن که حدود 1.7 میلیون نفر هستن در اون مورد است و پاکستان نمیتونه حداقل بنابر توافقنامه‌ای را که امضا کرده تا ختم 2015 اینا را اخراج بکنه، ولی ختم 2015 مهلت نهایی است بر دولت افغانستان و بر پناهندگان افغانستان که دوباره به افغانستان بیاید. طبیعتاً 1.7 میلیون افغان خو نمیتونن تا 31 دسامبر 2015 منتظر بشن و روز 31 دسامبر همه یک باره بین. طبیعتاً میخوان مرحله به مرحله آهسته آهسته بین. و میایم سر موضوع اخراج. در پاکستان حدود 1.5 میلیون یا بیشتر هم مهاجرین افغانستان زندگی میکنن که اینا هیچ نوع ثبت و راجستر در دولت پاکستان یا پیش جامعه جهانی یا کمیشنری ملل متحد امور پناهندگان ندارن و از جانب هم دولت پاکستان توافقنامه جنیوا را در مورد پناهندگان امضا نکرده و اینا هیچ به اصطلاح موقف قانونی یا مشروعی را در پاکستان ندارن. مهاجرین افغانستان لازم است که دولت افغانستان از قبل وارد مذاکره شود با اینا و پاکستان حاضر است در چندین مذاکره، زمانی که ما کچن میشتیم مذاکره میکردیم اونا میگفتن که ما حاضر هستیم که برشون ویزه های طویل المدت بتیم در صورت که دولت افغانستان برای اتباع خود پاسپورت بتن. اونا پاسپورت بتن، ما ویزه طویل مدت میتیم، اینا میتونن اینجا زندگی بکنن، کار بکنن، وقتی که ویزهشون ختم شد یا دوباره باید ویزه درخواستن یا ای که با کشور خود بر بکردن. اینا پناهنده نیستن، اینا مهاجرین هستن که دولت افغانستان باید اینجا کار بکن. این دو پدیده متاسفانه همیشه تفکیک نمیشه و هر کس که هر افغانی که در پاکستان زندگی میکنن رو به نام پناهنده یا مهاجر میگن، در حالی که پناهندگان تحت حمایت ملل متحده است. اوکی، حدود 1.7 میلیون نفر، 7 میلیون تنی هست که اوجا راجستر شدن، اونا بلیا. پناهنده هستن. بله. و دیگرش هم میتونم که 1.5 میلیون هست اونا مهاجر غیر قانونی هستن به شکل؟ بالکل اینا که سند ندارن، دولت پاکستان هر وقت میتونن اخراج بکنن. خب ولی خوشبختی دیگه است که حال دولت افغانستان هم دست بالاتر داره، یک تعداد زیاد مهاجرین پاکستان هم در افغانستان زندگی میکنن که اونا هم ثبت راجستر نشدن. حال خوب است که از یک موقف مساوی دولت افغانستان وارد مذاکره شه، همراهشون صحبت بکنه. عودت رای حل نیست. 1.5 میلیون مهاجر افغانستان زمانی که در افغانستان بر بگردن یا اخراج شدن در ظرف یک سال و در ظرف دو سال هر قرار که باشه امکان نداره. سطح بیکاری، میزان بیکاری در افغانستان بسیار بلند است. میخواستم از شما بپرسم که اینا سال دو آخر 2015 را به خاطر عودت مهاجرین و اخراجشان خود روزمره دوام داره. بلد. از 1.5 میلیون با عودت 1.7 میلیون مهاجری که در پاکستان زندگی میکنن، آیا زمینه های مساعد شده در افغانستان یا اون وقتی که توافقنامه امضا میشد آیا این مسائل مد نظر گرفته شده بود که در ختم 2015 ما زمینه های مساعد خواهیم ساخت که اینا پس برگردن به کشور؟ اعتراض که چون دولت افغانستان متاسفانه دولت گذشته اگر صحبت بکنیم چون هیچ وقت آماده نبودن، هیچ گاهی در ظرف 13 سال وزارت مهاجرین یا در مجموع دولت افغانستان هیچ گاهی بر پذیرش اتباع خود از پاکستان یا از ایران نبودن و بنان اینا به صورت مفعول و پسیف منتظر از این میموندن که تا ایران یا پاکستان اینا رو فشار بده بگین که ما اخراج میکنیم، باز اینا برن مذاکره کنن، عذر و زاری کنن برای کشورهای همسایه، برای پاکستان که خبینی رو تمدید میکنیم. خب، که یک سال دو سال تمدید میشد، باز در ختم تمدید باز پاکستان اخطار میداد، باز اینا تمدید میکن. ولی در هر باری که مذاکره میشد دولت افغانستان برای پاکستان وعده می سپرد که امی بار تمدید بکنین، این آخرین بار است و ما پلان عودت می سازیم، اینا را عودت می تیم در افغانستان، این کار را میکنیم و او کار را میکنیم که نمی کردن. خب هر بار امی قصه تان هم جور نمی کردن، تیار نمی کردن، آماده نمی ساختن و در اونجا با اونا وعده هم می دادن که بار آخر ماست و ما پلان جور میکنیم یا تهیه میکنیم. پس این موافقت نامه که بین سه جانب افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در بخش مهاجرین امضا شده، این به کدام اساس بوده؟ این صرف به خاطر از اینکه یک مدت تمدید شد که پاکستان اخراج پناهنده ها را شروع نکنن، فقط تمدید میکنن، مهلت تمدید میکنن و حال هم دولت افغانستان که نماینده هایشون اگر برند در پاکستان هدفشان این خواهد بود که مهلت تمدید بکنن، دیگه کار نمیکنن. لازم است که یک بار به عقب بیاین، یک بار
ظرفیت خود در داخل افغانستان ببینن که ما پذیرش چقدر اعتبار داریم که دوباره به افغانستان باید چقدر کار داده میتونیم، چقدر زمین داده میتونیم، خانه ندارن، یعنی ظرفیت جذب در افغانستان ببینن، بال با یک پلان برن وارد مذاکرهشان. وارد مذاکرهشان. بله. یک موضوعی که دائم مطرح شده و شما هم در سخنان خود به او اشاره داشتین، استفاده ابزاری و یک از مهاجرین است که ایران هم در بعض موارد استفاده کرده و پاکستان هم استفاده کرده. در این اواخر که گفته میشه روابط با پاکستان خوب شده، مذاکرات هم جریان داره، موضوع صلح هم مطرح شده، آیا میشه که اخراج خروج مهاجرین و همچنان عودت مهاجرینی که اوجا به شکل قانونی زندگی میکنن او را با این مسائل ربط بتیم؟ یعنی آیا میشه گفت که پاکستان دوباره در جستجوی امتیاز است تا بخواه از این طریق امتیازی به دست بیاره؟ طبیعتا می باشه. دولت افغانستان میخوان ضعیف نشان بدن که دولت افغانستان خب ما بخ 3 میلیون یا بیشتر پناهنده جمع مهاجر شما را در پاکستان جای دادیم، کار دادیم، زندگی میکنن، حال دولت افغانستان از مجبوریتش استفاده بکنن. ولی باور بکنین که اگه این بار هم پاکستان برای 2 سال دیگه مهلت تمدید بکنه، باز هم همین دولت و بدون پلان همطور ادامه پیدا میکنه و 2 سال بعد دیگه باز ما و شما همین صحبت تکرار خواهد داشتیم مثل که 13 سال داشتیم. مثل یک چیزی که رئیس جمهور جدید به او اشاره داشته، گفتن که در بخش عودت مهاجرین ما کارهای جدی را روی دست خواهیم گرفت و پلان های را آماده خواهیم ساخت. فکر میکنیم که تا یک سال حداقل پلان ها آماده شود؟ من باور دارم رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور فعلی افغانستان یگانه کاندید بودن از جمله کاندیدایی که در این دور در ریاست جمهوری کاندید کرده بودن و در 2 دور گذشته، در ظرف 10 سال گذشته، یگانه کاندید بودن که مهاجرین از جمله برنامه هایشان بود، بجاشتگان داخلی از جمله برنامه هایشان بود و پناهندگان همچنان. در 10 سال گذشته در 2 دور اول انتخابات باور کنید که هیچ کاندید از مهاجرین و پناهندگان صحبت نمیکن، فقط میراق توجهشون کسایی بود که در داخل افغانستان زندگی میکرد. ما باور دارم که رئیس جمهور حتما یک کار باید بکنن، چنانچه اون یک وزیر نو معرفی کردن، امیدوار هستم که اینا رأی بگیرن و پلان بکنن، درس گرفته باشن باید از 13 سال گذشته. و جالب می است که وزیر نو زمانی که در وزارت میره با دستان بسته و بدون امکانات کار باید شروع بکنه، هیچ امکانات در وزارت مهاجرین نیست. در وزارت مهاجرین یعنی امکانات قطعا وجود نداره. پس به این اساس میشه کار صورت بگیره که حداقل 3 میلیون مهاجر و در مجموع 3 میلیون افغان که در پاکستان هستن و به می شکل در ایران هستن، اینا را دوباره به کشور برگردانن و در اینجا نه تنها که زمینه شغلی از اونا مد نظر گرفته میشه، سرپناه هست، کلینیک و مکاتبی گپا هم مد نظر به گرفته شده. در این مدت کوتاه مدت میتونیم به این خارج از امکان است. وزارت مهاجرین ضرورت به اصلاحات ساختاری جدی ضرورت داره، تشکیل و ساختار که فعلا ضرورت دارن جوابگوی 100,000 عودت کننده نیست، چی مانده که ما از میلیون ها عودت کننده صحبت بکنیم. بودجه اصلا وجود نداره در وزارت مهاجرین و ساختارشان هم برای عودت مهاجرین ساخته نشده، برای مهاجرین و پناهندگان ساخته نشده، برعکس ساختار یک اداره بیروکراتیک اداری ساخته شده که وزیر نو گفتم وقتی که میرن اینا با مشکلات زیاد، با دستای بسته که تغییر آورده نمیتونن و همچنان با امکانات و منابع بسیار کم یا بدون منابع باید کار بکنن. از این خاطر لازم است که بسیار کار صورت بگیره. اما این کار بسیار نیوش نمیشه، این کار چیگونه صورت بگیره وقتی که یک وزارت بزرگ با هیچ امکاناتی نداره، حتی با 100,000 مهاجر امکانات نداره که اینا دوباره به کشور برگردن؟ خب چگونه کار صورت بگیره؟ امکانات وقتی وجود نداشته که میشه کار صورت بگیره؟ بالکل بله. ببینین 13 سال پیش وزارت انکشاف دهات از وزارت مهاجرین بهتر بود، اما وزارت انکشاف دهات یکی از بهترین وزارت های افغانستان است. ناله در این وزارت اصلا ارزش داده نشده بود، اراده سیاسی برای این وزارت داده نشده بود. اصلا هر وزیری که 13 سال گذشته رو ببینین، هر وزیری که در اینجا آمده بود یا دانش نداشت یا ظرفیتش نداشت یا هر کاری که بالاخره یک کس که به اصطلاح از دیگه بخشا اخراج میشد، یک شکل او رو در این وزارت معرفی میکردن. اما رای حل وجود داره.
رای حل این است که مثلا حدود 2 میلیون افغان از پاکستان، از ایران و 3 میلیون از پاکستان در افغانستان به هیچ امکان نداره، ظرفیت جذب افغانستان نداره، فعلا بیکاری به حد اعظم خود رسیده. رای حلشی است که افغان ها در ایران و پاکستان ثبت و راجستر شوند، ویزا بگیرن، هر دو دولت حاضر هستند که برای اینا ویزا بتن، کار بکن و با کسایی که برشان کار پیدا نمیشه دولت افغانستان با کشورهای خلیج، کشورهای عربی و کشورهای مثل آذربایجان و یک تعداد کشورهای اروپایی که مهاجر کارگر ضرورت دارن، اینا را مهارت برشون بتن، اینا را سطح معیاراتشون بلند ببرن، با قراردادها اینا را رسمی روان بکنن که اونجا کار بکنن. اینا میتونن حتی فامیلای خود اونجا ببرن کار بکنن، زندگی بکنن، یا اینکه فامیلاشون بیارن به افغانستان بن خودشون کار بکنن. این وضعیتی که فعلا جریان داره، حتما ایران هم از این وضعیت افغانستان خبر داره و پاکستان هم خبر داره. بله. خب قبلا موافقتنامه ای که امضا شده بود خصوصا با پاکستان، افغانستان و با میانجیگری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد حدودا 130 میلیون دلار به پاکستان پرداخت شده از طرف یونیسیار. بله. و دلیلش همین بوده که خب دلایل متعددش با پاکستان خواستار ازی بوده تا سال 2015 اونا اوجا باید باشن. فکر میکنین که فشارهای اخیر پاکستان با وجود ازی یا ضمن ازی که فشار بالای حکومت افغانستان باشه تا در موافقات، در توافقات و مذاکرات فشار وارد کنه، به خاطر به دست آوردن پول هم باشه که از یونیسیار یا از ارگانهای دیگر جهانی یا پول به دست بیارن؟ این خب واقعیت است. بله، دولت پاکستان هر بار فشار میتنه، دوامه جهانی مجبور میشن که امتیازات برشون قائل شه، دولت افغانستان مجبور میشه امتیازات برشون قائل شه. چنانچه قبلا هم اشاره کردم دولت پاکستان یک پروژه را به نام پروژه بازسازی مناطق مهاجرنشین آغاز کردند که گویا مهاجرین افغانستان و پناهندگان افغانستان ساحاتی که در اونجا محیط زیست از اونا را تخریب کردن و دوباره باید احیا شد، بازسازی شد، این پروژه را شروع کردن که به این ترتیب اینا هم اون ساحات بازسازی میکنن و هم در ساحاتی که مهاجرین افغانستان و پناهندگان افغانستان زندگی میکنن، در اون ساحات در قسمت خدمات اجتماعی مثل بخش کلینیک و مکتب و اینطور مسائل از جامعه جهانی پول میگیرن و بر خود آباد میکنن، کار میکنن. در بعضی ساحات هست که مثلا 20 فامیل مهاجر افغانستان نیستن، اما در اونجا یک مکتب، یک کلینیک ساختن به خاطر از اینکه 99.9% اشتراک کنندگان شاگردای مکاتب خود پاکستانی هستن، مریضا خود پاکستانی هستن، اونا هوشیار کار میکنن، ما باید زیرکانه خب. زیرکتر باشیم. حالا که مشکل تا حد پیش رفته که ما نمیتونیم حداقل تا چند سال دیگر حدود 5 میلیون مهاجر افغانی که در ایران و پاکستان هستن، چه به شکل قانونی یا غیر قانونی اونجا هستن، اونا رو دوباره برگردانیم به کشور و در اینجا زمینه شغلی، کاری و فرصت‌های زندگی و صورت‌های زندگی رو برشون مساعد بسازیم. یگانه راهی که شما پیشنهاد کردین او صدور پاسپورت بوده با اونا تا از طرف کشورها، هر دو کشور، و اینا ویزا داده شد و ویزا صادر شد. خیلی آسان است. فکر میکنین که در این مدت کوتاه ما بتونیم به حدود 5 میلیون افغان از یک طرف پاسپورت صادر کنیم و پاسپورت بدیم و از طرف دیگر با کشورها موافقه صورت بگیره که با اینا ویزا بدن؟ کاملا اگر کس اراده سیاسی داشته باشه امکان داره. اگر ما پلان خود روی میز با پاکستانی ها با ایرانی ها بانیم، یقینا که اونا قبول میکنه با مشارکت و با مساعدت جامعه جهانی. حتمی نیست که ما 5 میلیون افغان یا 3 میلیون افغان در پاکستان یک باره برشان پاسپورت بدیم. یک تعداد کارت پناهندگی دارن از طرف یونیسیار یا کمیشنری ملل متحد. کارت پناهندگی مؤسسا رو به اختتام است مدتش. درست است. اینا میباشن کسایی که کارت ندارن، برای اینا اول اولویت بدیم، برای اینا پاسپورت توزیع بکنیم، ویزا داده شه، بعدن در مرحله دوم پناهندگان برشان پاسپورت بدیم، یا ای که یک سال دیگه هم مهلت بخوایم، در صورت که ما برشون پلان پیشکش بکنیم. در صورت که ما پلان نباشه، مهلت میخواییم، فکر میکنین که اینا مهلت بدهن؟ چون این بار پاکستان یکم جدی به نظر میرسد به هر دلیلی که بوده، یا فکر میکنین که مو اگر امتیازهایی که اونا من نظر دارن اونا برشون داده شد و مهلت هم بخواه افغانستان؟ من یقین دارم که مهلت میتن، بخصوص اگر شما یک پلان را برشون پیشکش بکنید که این پلان دولت افغانستان است. اما تا که شما این بار جدیتر هستین، ما هم جدیتر هستیم، دولت ما تغییر کرده، رئیس جمهور تازه آمده، رئیس جمهور تازه مهاجرین، موضوع مهاجرین در روی میزش است، در افکارش است، میخواد در پلانش است که کار بکنن، پلان طرح بکن با وساطت سازمان ملل متحد. ما یقین داریم که اینا مهلت تمدید میکنن.
هم با ایران و هم با پاکستان. اما تو گفتم تنهایی نیست که یک تعداد میتونن پاسپورت بگیرن، ویزه بگیرن، آزادانه زندگی بکنن، مثل یک انسان، مثل دیگه انسانهای دیگه کشورها زندگی بکنن. و یک تعداد دیگه میتونن که در کشورهای دیگه ای که از افغانستان خواهش کردن که شما برای ما مهاجر کارگر بفرستین، با معیارات اونا را تربیه بکنن، آماده بکنن، در اونجا بفرستن. امیال خود پاکستان مهاجر داره، تنها در شهر دبی 900 هزار پاکستانی زندگی میکنه به عنوان مهاجر. افغان ها چرا نمیتنن؟ موضوع شما مهاجرین آمد به ویزا و پاسپورت، از پاسپورت هم به اراده سیاسی آمد تا اینجا. بله، اراده سیاسی وجود داره با توجه به متعهدات که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور در جریان مبارزات انتخابات داشتن. آیا اراده وجود خواهد داشت؟ اراده خود در سطح رهبری دولت وجود داره، هم رئیس جمهور و هم به صحبتهای رئیس اجرایه مکبر گوش کردم که در مورد مهاجرین صحبت میکردن. اراده سیاسی بالکل وجود داره. حالا لازم است که در سطح استراتژیک، در سطح وزارت مسائل تکنیکی مطرح شه، اینا با یک پلان به مامدار هستم که وزیر نو ابتکارات داشته باشه، مثل 13 سال گذشته نباشن که چایخوری و قصه و اتگاپا. مطمئن هستم که تغییر جدی به وجود خواهد آمد با این همه اراده سیاسی هم وجود داره، رای حل هم وجود داره و هر دو کشور خصوصا پاکستان مهلت هم خواهد داد. من فکر میکنم که دولت نو یک صفحه نو است برای زندگی مهاجرین افغانستان. همونطور گفتم جناب رئیس جمهور اشرف غنی اولین کسی بود که اولین کاندید ریاست جمهوری بود که سر زد به خیمه بجاشتگان داخلی و در اونجا رفت برشون گفت رای حل پیدا میکنه. بسیار تشکر، همیشه امیدیم که روز مهاجرین نوان همه به کشور عودت کنن و برگردن. انشاءالله. در اون نکرو تاسخم دیر امانان از سردید امال مکسر وی تربیه خیلی چهره یا اللهم برشون.